باز هم شما عزیزا را خوش آمدید میگم به ساعت دوم برنامه صبح و زندگی بخش صدای شما. امروز مشخصا در رابطه با موضوعاتی که مرتبط با وزارت امر به معروف و نهی از منکر هست صحبت های شما را می داشته باشیم، شکایاتتان و گفتنی هایتان را، و در کنارش هم مهمان بسیار خوب با ما خواهد بودن آقای محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، که سوالات شما عزیزا را به طور زنده و مستقیم پاسخ میتن و تا فعلا متاسفانه نرسیدن در برنامه، در راه بندی بند ماندن. امیدوار هستیم هر چیز زودتر برسن و پس از او هم پاسخ بتن به تماس های شما عزیزا. ولی تایی که اونا به استدیوی برنامه صبح و زندگی برسن و تشریف بیارن، تماس های شما عزیزا را در برنامه می داشته باشیم. شماره تماس برنامه ما همین لحظه فعال است، 070-111-4090. شما عزیزایی که میخواین تماس بگیرین لطفا موقعیت خوب را اختیار بکنین تا صدای شما را ما در برنامه بهتر داشته باشیم. در کنارش هم صدای تلویزیونتون را لطفا پخش بسازین تا اینکه صدای انعکاس نکنه و تماس شما قطع نشه. منتظر تماس های شما عزیزا هستیم و میریم به طرف اولین تماس. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. بازم تماس میگیریم ببینیم که کدام هموطن ما روی خط هستن. بله سلام، صبح بخیر. خب فکر کنم لاین ما یک اندازه مصروف هست. شما دی تماس برنامه ما، چون تماس ها دفعتن زیاد میای و بعضی از تماس ها قطع میشه یا هم وصل نمیشه. ببینیم که کدام هموطن ما روی خط هستن. بله سلام، صبح بخیر. سلام علیکم. علیکم سلام، خوب هستین؟ صحتمند؟ زنده باشین. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتید؟ دستم از نوای پنج به تماس شدیم. بسیار خوب، امید جان بفرمایید. همه چیز کردم این باره چی میگفتم، غرفه کوته تنگی در نوای پنج نمی اگان وقت طالبان مردم آزار و اذیت میکنن، غرفه شو چفا میکنن و کراک تعیین کرده 3000 روپا ما تا پیسه تحویل کردیم 15000 روپا. ولی این پیسه که هست مثال 3500 ما دو پورا نمیتانم، اینا میخواد طالبان ولی که در غرفان بشینه ما چی مفروشیم بود قفایده هم نمیکنه. 10000 روپای میگیره. سوال شما را ما یادداشت گرفتیم، حتما با نماینده شهرداری کابل شریک میسازیم. این موضوع البته ربط به موضوع امروز برنامه ندارد چون که مربوط شهرداری میشه، حتما هفته آینده از نماینده شهرداری کابل پرسان خواهد کردیم. ولی امروز مشخصا شما موضوعات را با ما شریک بسازین که مربوط وزارت امر به معروف و نهی از منکر هست، یعنی سوالاتتان خوب است که مرتبط باشد. بازا میریم به طرف تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. سلام، خوب هستین؟ بخیر، تشکر، سلامت باشین. کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟ خب بیننده ما صدای مرا از طریق تلویزیونشان میشنید که متاسفانه صدایشان در برنامه بهتر نبود. و تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. سلام برادر عزیز، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صبحتون بخیر. تشکر، سلامت باشین، انشالله که شما هم خوب و صحتمند باشین. کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ بخیر باشین. فضل از 15 تماس گرفتین محترم. بسیار خوب، بفرمایید. محترم یک تعداد دبالیم کورسا میگفتم، یک تعداد کورسا در اینجا باز است و یک تعداد کورسا دیگه بسته است، طبقه اولاد میرن. من از جناب محترم مهمان شما سوال دارم که چرا اینطور یک قسمی است که نمیشه که تمام کورس ها یا بسته باشن یا باز باشن، چون یکی داد دختر ها میرن به یکان کورس ها، یکی داد نمیرن. میشن مهمون تا هم سوال باز بسان کنید. حتما حتما، چرا نیت، تشکر میکنم از تماس شما. خب باز میریم به طرف تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. بله رستم جان سلام، صبح شما بخیر. علیکم سلام، شما سلامت باشین، از کجا تماس گرفتین؟ محترم از پروان تماس گرفتیم، از ما یک مشکل حقوقی بود. خب تشکر میکنم از شما. مشکل حقوقی تا ما در روزهای سه‌شنبه می داشته باشیم در برنامه، شما لطفا روز سه‌شنبه تماس بگیرید. تشکر میکنم از تماس شما، بخیر باشید. بازم میریم به طرف تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. بله سلام علیکم. علیکم سلام، خوب هستیم؟ خوب هستیم. تشکر، سلامت باشین، بفرمایید. من نمی شکایت دارم که نمی کلگی مواد می آید، کارتا می آید، کلگی رئیس و خریدارا می خورد، خود خود خودشان در دختری خاله، دختری بچه خاله دمی نمی تا دمی مردم بیگانه نمی تا. آها، مشخصا از کجا هست این مشکل، در کجا بر شما پیدا شده و چه صحنه را خودتان متوجه شده؟ از جوزی جان.
خب در جوزجان مشخصا کدام منطقه؟ منطقه اصلا خب در اینجا کمک ها توزیع شده بود به افراد که واسطه داشتن یا شناخت داشتن، برای زونا رسیده بود، به شما نرسیده بود، یعنی افراد نیازمند. آها، ما این موضوع را حتما پرسال خواد کردیم. تشکر. و تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. سلام علیکم، صبح بخیر دادم. خوب هستن؟ سلام علیکم. صدای تلویزیونتان را پخش بسازین که من صدای خودت دوباره نشنوم از طریق تلفن. سلام خب بفرمایید مشکل شما. مشکل ما پیغار امی مولوی صبح که صبح کیده می رادیو آریانا که از درس دینی 4 بجه دیگر درس میده. بله. ابی سوالا رو که میگه برای مردم میگن سوال میکنه مردم جواب میده. ما اینو میده خواهش میکنیم از مولوی صاحب که نمی ابی جوابا رو که میگه اینو جوابا رو باید در روز چند بار بعد به جای سریال دیگه مولوی صاحب ما خواهش میکنیم که میگه 1 ساعت 2 ساعت میگه گپ بزنه، صبح بزنه 12 بجه روز بزنه، از بعد از 7 بجه شام زنگ اینو چی کنه. ابی جواب تشکر میکنم از شما، خیلی لذت بخش و باز ما خیلی علاقه زیاد داریم به سوالای مولوی صاحب. بسیار خب، قلبا تشکر از نظر شما، تشکر. خب برنامه های آریانا تمامش تقسیم اوقات منظم خود را داره، ما نمیتونیم که امو توازن برنامه ها را خراب بسازیم، به این خاطر که هر برنامه امو بیننده های خود را دارن و مدت زمان مشخص که باید پخش شود. وزیر شما بیننده ما هستین، قلبا تشکر. و تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. تماس شما وصل است. بله سلام، صحبت بکنید لطفا. خب بازم بله. تماس میگیریم. بله سلام، صبح بخیر. سلام علیکم، صبح شما بخیر. تشکر، سلامت باشین. کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟ بشیر هستم، از بغلان به تماس شدیم. خوش آمدی بشیر جان، بفرما. خوش باشی، زنده باشی. ما والا از این چیز امر بالمعروف بیخی به تکلیف هستیم. ما اینجا حیاتی زنان دوزی داریم، هر وقت ما را بسیار به تکلیف میکنن، جواب میکنه، بسیار گپاس اینه میینه. میخواستم که میره سوال کنی مشخصا در کدام منطقه؟ مشخصا در کدام منطقه و این برخورد به خاطر چی بیشتر با شما صورت میگیره؟ برخورد شهر پلخمری در سرای بنجاره. خب اینه می دائم میاین، اینه می بسیار کارهای خراب میکنه، اینه می ما بخیر. دلیلش چی هست؟ چرا؟ میگه کالا لباس های زنانه رو ندوزه. لباس های زنانه رو نفروشین؟ ندوزه، ما خیاط. خب ندوزه، درست. حتما با آقای آکفی را صحبت میکنیم، شریک میسازیم. میخواستم که جواب صحیح بده یا مکتوب بده که این کار را بند کنه. آها، حتما. چرا نه؟ زنده باشید. شما بیننده باشین تا چند لحظه بعد که آقای آکف به این موضوع میپردازن. سلامت باشین. خب بیننده های عزیز، تماس های شما عزیزا را باز هم می داشته باشیم. پس از وقفه هم آقای محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، با ما خاط بودن و سوالات را که تا حال ما یادداشت کردم روی از این موارد خاط پرداختن. فعلا میان برنامه بسیار کوتاه. صبح زیبا و دلنگیز هم شما هموطنان عزیز ما در سراسر افغانستان و بیرون از کشور بازم بخیر باشه. بیننده صبح و زندگی بخش صدای شما هستین و قسمی که چند از پیش هم یادآوری کردم، جناب آقای محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر با ما هستن و خوشبختانه رسیدن. سلام و صبح شما بخیر. وعلیکم السلام و رحمت الله، عاقبتتون بخیر. منن سلامت باشین. قبل از اینکه شما تشریف بیارین به استدیوی برنامه، بعض تماس ها را داشتیم از بیننده عزیز ما که بعض شکایات داشتن از مناطقشان. خوب است که اولا روی از این سوالات بپردازیم و پس از او هم میریم به طرف ادامه تماس ها. بیننده ما از منطقه خیرخانه تماس گرفته بودن و در رابطه با کورس ها گفتن که بعض از کورس ها در بعض از مناطق شهر کابل کاملا اجازه هست برای دختر خانم ها که درس بخوانند در کورس، ولی در اون منطقه کونا زندگی میکردن گفتن که کورس ها کاملا بسته هست و اجازه از این نیست که درس بخونن و در کنارش بعض از کورس های دیگه هم در منطقه هست که کاملا آزادانه شاگرد ها درس های خود می خوانن. بلوملی سر که تاست است تسلیدم کاریدم. سلام علیکم، کیلو بلندی کوم. ز بدوم رو هم چې دا مسله تر معرف وزارت او تر علی تحصیلات وزارت تر غوی پر تعلیم بخش مربوط ته تر مخبر مربوط نه ده. خو د شپګم نه خاطه خونځه
اړه یا د کورسونو په یا د کورسونو په اړه چې کوم درسونه مطلب کشران انجنې کې وي غالبا هغه به خلاص وي او د غټانو به نه خلاص خو زه بیا هم وایم چې دا مسله تر موږ پورې مربوط نه ده که په دې اړه باندې تاسو له معارف وزارت یا د عالي تحصیلات وزارت نه وپوښتئ درست حتما که این موضوع را با مسئولین وزارت تحصیلات عالی و همچنان معارف صحبت خود کردیم تلاش میکنیم که اون رو در برنامه داشته باشیم سوال بعدی هم از بیننده عزیز ما از ولایت جوزجان بود که اونا شکایت داشتن از بعض کمکایی که برشان میرسه به افراد نیازمند گفتن کسایی که واسطه دارن یا هم کسایی که شناخت دارن این کمک ها مستقیما بر اونا میرسه و ولی کسایی که نیازمند هستن و ضرورت دارن به همچو کمک ها متاسفانه برشان نمیرسه خواستم که شما هم در این مورد نظر داشته باشید د پدی اړه باندې بس دوم رویم چې دوی کولای شي چې زموږ د جوزجان ولایت د امر بالمعروف ریاست ته مراجعه وکړي هلته د سمشکایت بخش ده هر چارواکي په اړه باندې که داسې شواهد پیدا شول حتما به هغه نظامي محکمې ته معرفي کیږي چې د عام خلکو حقوق دوی خپله اخلي او عامو خلکو ته نه رسیږي زه هم د ستاسو له لارې د جوزجان د ریاست شمیره هم ورسره شریکوم دوی کولای شي چې له هغوی سره هم اړیکه ونیسي 0-74-55-68-063 0-54-58-03-65-08-03-65 دغه شمیرې سره دوی کولای شي چې اړیکه ونیسي موږ به هم له ریاست سره خبر وکړو تر څو هغوی دې کار ته متوجه شي چې مخنیوی وشي بسیار عالی امیدوارستم که بیننده ما مشکل را که متوجه شدن و دارن تماس بگیرن به شماره که آقای یاکف بیان کردن و پرسش آخر هم از بیننده ما بشیر جان بود که از ولایت بغلان شهر پلخمری تماس گرفته بودن و خودشان خیاط هستن لباس های زنانه را آماده می سازن خیاطی می کنن گفتن که از وزارت امر به معروف هم اونجا بعض کارمندشان آماده بودن اینا را گفتن که نباید لباس های زنانه را خودت بدوزی و باید یا دکان تبسته کنین یا هم یک کار دیگر آغاز بکنی در این مورد شما چی گفتنید؟ در خبر تر دیر حدا نتایدم خب بیا هم خپل ریاست سر پدیالا بند خبر کو که چرت واقع شوی مخبه ونیسو خب یو چلشته هغه ده چې ځینې خیاطانو ته نارینه خیاطانو ته ښځینه ورځي هلته ناپ د هغوی هغه نارینه خیاط نیسي نو د هغه په اړه باندې ورته ویل شوي دي چې په دې اړه که چېرته ښځینه خیاطانو ته د ښځینه لاړې شي ناپ یې هلته ښځینه ونیسي نو بیا کولای شي او عام داسې څه نشته چې هیچا ته اجازه نشته چې د ښځینه جامې نشي ګنډلی بلکې چېرته یو نارینه ور وړي نو کیدلی شي بیا مشکل نشته بسیار خوب یعنی که خوب است با یک عضو از خانواده خود خیاطی میتونن راحت برن اندازه گیری اینا ولی در قسمت دخترش خوب است مشکل نداره هم دا اوس کابل کې ډیری ښځینه خیاطانې دي ښځینه کالی ور وړي هیڅ مشکل نشته یا مطلب ځینو ځایونو کې د ناپ لپاره ورسره ښځینه شته هلته هم کوم مشکل نشته و حالا میریم به طرف اولین تماس در این بخش برنامه بیننده عزیز سلام صبح بخیر سلامونه اونی که هیل استاس دیم سهر بخیری بسیار تشکر سلامت باشین کی هستین از کجا تماس کردین؟ احمد خبری کم لتخار ولایتنا بسیار خوش آمدین بفرمایین مولی صد خیر سوال چې مخکې د امارت چې شاک په ټول کشور باندې حاکم سی د مخ کې زموږ وکیل کې سیګریټ باند و په دوکانونو کې نو و هغه دوکان کې چې مخ کې یو تن سیګریټ وای را کېده و شپږ رقم پیدا کیږي او زاده نه خرڅیږي مال په دغه کې مخ کې چې دوی په کلو کورو کې و په ولسوالۍ کې و دا موضوع د سیګریټ باند و اوس یې لسی ویدي نه پوهېږم چې ولې تشکر میکنم از تماس شما سلامت باشید و د امر بالمعروف وزارت له لورې تر اوسه په دې اړه باندې خاص کوم هدایت نشته یوازې په تخار کې نه بلکې په ټول هیواد کې په هر ځای کې د اوس لپاره خو خرڅیږي او خاص څه په دې اړه باندې کوم پروان څه نشته هدایت و تماس بعدی هم وصل هست بیننده عزیز سلام صبح بخیر سلام علیکم صبحتان بخیر تشکر سلامت باشین اسم شما از کجا تماس گرفتین؟ ما شریف لاسم از مزار شریف شما رو زحمت دارین خواهش میکنم خوش آمدین بفرمایید برادر عزیز بخشین ما از میمار شما یک سوال داشتیم ما کارمند یکی از مؤسسات خیریه هستیم همی از روزی که اینا اعلان کردن کل کارا بسته شدن بر ما ماشی گپان نمیتن
ما از اینا سوال داریم. وقتی که ما کمک های خیریه کار میکنیم، 50% از کارا رو خانما پیش میبرد، به خاطر که در داخل فامیلا میرفت، اما گپای از اینا رو بررسی میکرد و ثبت میکردن. حالا اینا همی کارا رو بسته کردن. ما از اینا یک سوال داشتیم، کمینا دوی از این چی تصمیم دارن؟ کل مردم در بدر است، مشکلات مردم زیاد است، مردم در خانه خو است، نه کار است، نه بار است. اینمی مشکلات بر ما زیاد شده. امیر خواست و از میمان یک سوال دقیق کنیم که آقای همی کارها اعلام میشه نمیشه که رقم از همی و ما برای کسایی که کمک میکنیم برای از اینام مشکل است، برای کسایی که همیجا ماش میخوردیم برای از اینام مشکل است. امیر لطف کنن اگر بری جواب بتن ما در سر بفامین. شکلا جان نخست بر سلام تقدیم میکنم و ثانیان امی کارهای موسسات عموما مربوط وزارت اقتصاد میشه. از طرف وزارت اقتصاد پیلا معطل شده و تا که در آینده چی تصمیم میشه و مربوط وزارت اقتصاد است، مربوط وزارت معروف نیست و در ای باره وزارت معروف دخیل هم نیست. بله، یعنی در مورد از اینکه خانم ها باید کار بکنن یا نکنن امر به معروف در این قسمت یعنی کار نداره. نه، مربوط وزارت اقتصاد میشه. و حالا تماس بعدی بیننده عزیز، سلام، صبح بخیر. السلام علیکم. علیکم سلام. اسم شما از کجا تماس گرفتین؟ من آرون اسم از ولایت لوگر به تماس شده هم. بسیار خوش آمدین آرون جان، بفرماین. من یک مشکل دارم اینجا، سربازای امارات اسلامی در خریه ما بچه ها را موبایل های شانستای من چجای شخصی شانه و مدن از شان دیونوز شانه من نظره بدن طرف های شما وقتی ما زفت بودیم کمان چند نفر پس پتا ما سه نفر زدن که چه کارشین که پاش در کدام قریه؟ کدام قریه؟ میشتی؟ خب تماشان قطع شد. بازم شکایت بود از چک کردن موبایل که هفته گذشته هم یک سوال داشتیم از هموطن ما در شهر کابل و اینو از ولایت لوگر تماس گرفته بود. من هر لحظه و هر روز همراه ریاست های ولایتی خود همین مسئله را بار بار شریک میکنم و انشالله وام متوجه است نه ارگان های امنیتی اجازه داره و نه اداره امر بالمعروف چک کردن موبایل ها. اما اگر کدام جای قضیه امنیتی باشه یا قضای جنایی باشه یا کدام دیگه قضیه باشه او استثناء داره، دیگه هیچ کس حق نداره. یا کسای معروف با فساد باشه، یعنی مشهور با فساد باشه، در موبایل هایش بعضی چیزا باشه یا در کمپیوترهایش به دیگرا رای میکنه و باز چک میشه موبایلش کمپیوترهایش و دیگر هیچ کس حق نداره که موبایل یا کمپیوتر رو چک کنه. دقیقا. تماس بعدی. بله سلام. بله خوب هستین ساعت من؟ سلام علیکم، خوب هستی؟ بله خیلی تشکر، سلامت باشید. شما را زامت داریم بیاد از میمون تک پسند کنیم کمی عمومون زنانه را خواهیم کردن. اما یا چی مشکل دارم از ما دیگر کنوک زمستان اونی برخنی همین یک چیزان که دیگر نیشا به عموم زنانه چی مشکل هست. تشکر میکنم از تماس شما. خب آقای آکف، دمی چند هفته متواترن تماس های زیاد داریم در رابطه به حمام های زنانه، نه تنها در شهر کابل بلکه در ولایت هم که باز نشده و در سردی زمستان مردم زیاد مشکل دارن. بله واقعا از هرات و بلخ و از کابل از امی چند ولایت ها زیاد مردم دری بار شکایت داره واقعا. خب ما هم کوشش میکنم که یک راه حل برش پیدا شوه، یک دستور عمل برش جور شوه، یک راه حل پیدا شوه، در این تلاش هستم انشاءالله میشه. تشکر. و تماس بعدی به عنوان آخرین تماس بخش صدای شما. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. بله سلام، تماس شما وصل شده، صحبت بکنین. خب بازم تماس بعدی. بله سلام. صدای تلویزیون تانه پخش بسازین لطفا. خوش برای رسا جانم صدای شما بر ما درست نمی آیم، موقعیت خوب را اختیار بکنین تا صدای تانه بهتر داشته باشیم.
تشکر میکنم از بیننده ما. فکر کنم که صدای تلویزیونشان بسیار بلند بود و نتونستیم سوالشان را بگیریم. قلبا تشکر میکنم از همه هموطنان عزیز ما که در بخش صدای شما سهم گرفتن و مشکلات خود را با ما شریک کردن. سوالاتی که مربوط به وزارت امر به معروف و نهی از منکر بود با آقای عاکف شریک کردیم. خب از شما هم یک دنیا تشکر از اینکه تشریف آوردین و به هموطنان عزیز ما پاسخ ارائه کردین. همچنین از شما هم که به رسیدن مشکلات مردم را همی برنامه جور است و تیار کرده ای، همی با ما هم خوب است، با مردم هم خوب است. سلامت باشین، لطف شما، سبقات خوب و خوش برتان بخیر. تشکر. از شما عزیزا هم قلبا تشکر که تا این دم در کنار برنامه دلخواه خودتان صبحا زندگی هستین. بخش های جالبتر برنامه هنوز هم باقی است که با شما شریک می سازیم. در حال حاضر وقفه بسیار کوتاه.